دوستان درود به همگی. تو این ویدیو میخوام بهتون توضیح بدم که شما چجوری با کار کردن تو کمپانی های امریکایی میتونین بدون پرداخت شهریه یا فقط با پرداخت بخش خیلی کمی از شهریه دانشگاهتون برین دانشگاه درس بخونین، چه برای لیسانس، چه برای فوق لیسانس و چه برای مقطع دکترا. بچه‌ها اگه ویدیو قبلی راجع به تعداد روزایی که کارمندا تو امریکا مرخصی میگیرن دیده باشین، اونجا براتون توضیح دادم که این کمپانی خوب امریکایی سعی میکنن تعداد روزای بیشتر مرخصی توی پکیج بنفیتشون بذارن برای اینکه مردم رو ترغیب کنن که بیان تو اون کمپانی کار کنن. حالا این کمپانی یه کار دیگه هم که انجام میدن این هستش که کمک هزینه شهریه دانشگاه یا کمک هزینه تحصیلی رو هم توی پکیج بنفیتشون میذارن که اگر شما توی این کمپانی ها کار کنین و همزمان بخواین دانشگاه برین و درس بخونین، کمکتون میکنن برای پرداخت شهریه دانشگاه. دوستان من خودم از این موقعیت، از این بنفیت استفاده کردم و خودم تجربه این کار رو دارم. اگر ویدیو قبلی منو دنبال کرده باشین میدونی که من موقعی که اینجا داشتم فوق لیسانس میخوندم، دانشگاه میرفتم، توی شرکت مخابراتی کار میکردم اینجا و اون شرکت مخابراتی این بنفیت رو داشت برای همه کارمنداش که اگر میخواستن درس بخونن همزمان که تو اون کمپانی کار میکردن، اگه میخواستن تو رشته های مدیریت و فایننس و مهندسی اینا درس بخونن، بخشی از شهریه دانشگاهشون رو پرداخت میکرد. و فقط هم من نبودم، خیلی از همکارای امریکاییم و حتی منیجرای رده بالا، مدیرای رده بالامونم همزمان که اونجا کار میکردن دانشگاه هم میرفتن درس میخوندن و از این بنفیت استفاده کردن. کمپانی شهریهشون رو پرداخت کرد و اونا هم تونستن مدرکشون رو بگیرن. بچه برای من اون کمپانی که توش کار میکردم تقریبا 80% شهریه منو پرداخت میکرد و جوری بودش که موقعی که من دانشگاه میرفتم برای فوق لیسانسم، هر ترم ما 3 ماه بود، اینجا بهش میگن کوارتر بیس، و بعد 3 ماه امتحان میدادیم تموم میشد، میرفتیم ترم بعدی دوباره درسایی که برمی داشتیم دوباره 3 ماه طول میکشید. هر ترم یا هر 3 ماه تقریبا من فکر میکنم دور و بر $3000 هزینه شهریه دانشگاه بودش و جوری بودش که اول من این پول عجیب خودم پرداخت میکردم، درس ها رو میخوندم، امتحان ها رو میدادم، وقتی که قبول میشدم لیست درس ها، تعداد واحدام و نمره های قبولیم و اون رسید شهریه دانشگاه که پرداخت کردم، اینا رو توی وبسایت محل کارم آپلود میکردم همه رو. بعد اون دیپارتمانی که مسئولش بود میرفت اینا رو همه رو چک میکرد و بعد از اینکه اپروو میکردم 80% شهریه که من پرداخت کرده بودم و به من بر میگردون و میرخ توی حسابم. و جوری بود که مثلا هر 3 ماه یا هر ترمی که ما درس میخونیم، من تقریبا مثلا $400-500 جیب خودم میدادم و بقیه پول رو به صلاح محل کارم پرداخت میکرد. بچه کمپانی ها شرایط قوانین مختلفی دارن، مطمئن باشین که حتما این رو روی وبسایت کمپانیتون چک بکنین. بعضی هستن که مثلا میگن اگه ما شهریه دانشگاهتون رو پرداخت کنیم، شما بعد از اینکه فارغ التحصیل شدین بعد مثلا 1 سال یا مثلا 2 سال توی کمپانی کار کنین، اگر شما زودتر از این مثلا از اون کمپانی جدا بشین کل شهریه رو باید برگردونین. یا مثلا بعضی کمپانی ها هستن که کلا 100% شهریه شما رو پرداخت میکنن. واسه همین حتما مطمئن باشین که این قوانین و مقررات رو بخونین و بدونین که به چه صورت کار میکنه برای کمپانی شما. بچه گفتم بهتون بعضی کمپانی ها هستن که 100% شهریه رو پرداخت میکنن. من الان تو کمپانی که کار میکنم یه کورس برداشتم، یه کلاس برداشتم جدیدن توی دانشگاه کلتک، یکی از بهترین و معروف‌ترین دانشگاه‌های تکنولوژی کالیفرنیا است. و دلیلش هم اینه که برای اینکه خب علم پیشرفت میکنه بچه، هر چند سال یه بار یه سری نرم افزارهای جدید وارد کارتون میشه که شما باید اینا رو یاد بگیرین و به اصطلاح باید با علم روز جلو برین اگر که میخواین پیشرفت کنین تو کارتون. و این کلاس آنلاین هست، 6 هفته است و هزینه‌اش هم $3500 بود که کمپانی کاملا این هزینه رو پرداخت کرد برای من. بچه من یه همکاری دارم که 2-3 ماه پیش فوق لیسانسش رو گرفت و کمپانی شهریهش رو پرداخت کرد، الانم قصدش اینه که بره برای پی اچ دی بخونه و دکتراشو بگیره، بازم کمپانی شهریهش رو پرداخت میکنه. حالا ممکنه بپرسین چرا کمپانی این کارو میکنن؟ دلیلش هم این هستش که بچه ها این یه قضیه برد برد برای هر دو طرف هستش. کمپانی رو شما سرمایه گذاری میکنه و از خداش خیلی دوست داره که کارمنداش خودشون رو با علم روز پیش ببرن، جلو ببرن، برن این علم جدید رو یاد بگیرن و بیان اینو به کمپانی انتقال بدن، به کارمندای دیگه انتقال بدن. اینجوری هم کارمندا پیشرفت میکنن هم خود کمپانی پیشرفت میکنه. برای همین یه کار خیلی قشنگه، یه بنفیت خیلی خوبیه که کمپانی بزرگ و خوب امریکایی دارن و اگر شما برای اون کمپانی کار میکنین حتما چک کنین. اگه این موقعیت براتون فراهم هستش خب خیلی خوب میتونین از این موقعیت استفاده کنین. خب رفقا این بود از ویدیوی امروز، امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه ویدیو رو دوست داشتین لطفا لایک کنین، سابسکرایب فراموشتون نشه، لطفا ویدیو رو شیر کنین، اجازه بدین که بچهای بیشتری بتونن ویدیو رو ببینن و از این اطلاعات استفاده کنن. اینجوری یه کمک بزرگی هم به روش این کانال میشه.
اگر هم که ازم سوال دارین یا میتونین توی اینستاگرام بهم مسیج بدین مثل همیشه، یا اینکه زیر ویدیو میتونین برام کامنت بذارین. مرسی که با من بودین، تا ویدیو بعدی.